درود فراوان به همه ایران دوستان عزیز. من آناشید، گوینده اخبار رودست، در خدمت شما هستم. پلوسی و ترامپ بار دیگر به جان هم افتادند. رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز گله و شکایت نسبت به روندی که منجر به استیضایش شد، شدیداً از رئیس مجلس نمایندگان به خاطر تصمیمش برای به تأخیر انداختن ارسال طرح استیضا به سنا انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اشتباه تحقیقات مجلس نمایندگان درباره استیضای وی را یک محاکمه توصیف کرد و ضمن انتقاد از این روند به عنوان روندی ناعادلانه مدعی شد که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در حال نقض تمامی قوانین است. ترامپ که برای گذراندن تعطیلات در پالم بیچ واقع در فلوریدا به سر می‌برد، در توییتی نوشت: پلوسی ناعادلانه ترین محاکمه در تاریخ کنگره آمریکا را به ما می‌دهد و در حال حاضر او برای عدالت در سنا شیون می‌کند و با کارهایی که انجام می‌دهد تمامی قوانین را نقض می‌کند. او یک بار کنگره را از دست داد و دوباره نیز آن را از دست خواهد داد. استعمای شهود در استیضای ترامپ را رد نکرده این. رهبر اکثریت سنای آمریکا می‌گوید استعمای شهود در استیضای رئیس جمهور این کشور را رد نکردند، اما تصمیم گیری درباره آن باید بعد از مباحثات بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سنا انجام شود. به گزارش فارس، میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت که شنیدن شهادت و برگزاری جلسه استعمای شاهدان در جریان پرونده استیضای ترامپ رئیس جمهور این کشور را رد نکرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مک‌کانل با بیان اینکه استعمای شاهدان پرونده استیضای ترامپ را کنار نگذاشتند، اما گفت که با درخواست دموکرات‌ها برای موافقت با شهادت پیش از موعد و در جریان جلسه دادرسی موافقت نمی‌کند. وی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت که هر گونه تصمیمی درباره شاهدان بعد از مباحثات اولیه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا درباره استیضای ترامپ اتخاذ می‌شود. رهبر اکثریت سنای آمریکا در این باره توضیح داد: ما شاهدان را کنار نگذاشته ایم. ما میگوییم که بگذارید درست مانند چیزی که درباره رئیس جمهور کلینتون انجام شد عمل کنیم. هیئت‌هایی که یلدا را برای نیازمندان شیرین کردند. گروه‌های جهادی هیئت‌های مختلف کشور هر ساله در مناسبت‌های مختلف به خصوص شب یلدا اقدام به تهیه و توزیع سبد‌های کالا برای افراد نیازمند می کنند تا بتوانند در این شب شادی را به خانه های آنان هدیه کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، شب یلدای هر ساله فرصتی برای کمک رسانی بچه هیئتی ها و مذهبی ها به نیازمندان و فقیران است. رسمی که هر ایرانی بر اساس رسوم با میوه شیرینی و آجیل تلاش می کند لحظات شاد و شیرینی را برای خانواده خود رقم بزند. این هیئت‌ها به کمک نیازمندان و ایتام می‌روند تا بتوانند ساعت خوشی برای آنها هم رقم بزنند. مصطفی بزرگی، مسئول گروه جهادی شهدای مسجد عراق، در گفتگو با شبکه خبری فارس اظهار داشت این گروه جهادی امسال برای کمک به خانواده‌های نیازمندان در جنوب غرب تهران در دو منطقه کورپسخانه‌های دولت‌خواه، باقرشهر و بهشت صحرا با تاکید حاج منصور ارضی برنامه‌ریزی کردند. وی ادامه داد: در دو نوبت در مجموع 348 بسته غذایی شامل برنج، روغن و غیره، همچنین در مجموع 1000 پرس غذا شامل 500 پرس مرغ و 500 پرس قرمه سبزی به مناسبت شب یلدا میان نیازمندان این دو منطقه توزیع شد. تلاش برای مقابله با چین و روسیه در خاورمیانه را افزایش می‌دهیم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از سال آینده میلادی تلاش‌هایش را برای مقابله با روسیه و چین در خاورمیانه افزایش می‌دهد. به گزارش اسپوتیک، دیوید چنکر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد: ما در سال گذشته به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده است، موفقیت‌هایی داشته‌ایم. وی با تکرار ادعاهای بی‌اساسش علیه ایران گفت: ما از چالش‌هایی که بر جای مانده است آگاهیم. یکی از این چالش‌ها نفوذ مضر ایران در منطقه و جهان است. شنکر افزود: ما همچنین در سال 2020 شاهد افزایش تلاش‌های آمریکا برای مقابله با مداخلات روسیه و قلدری چین در منطقه خواهیم دید. مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، 22 آذر ماه در اندیشکده شورای روابط خارجی
گفته بود ما وارد دوره‌ای از رقابت با ابرقدرت‌ها شده‌ایم. اولویت‌های ما نخست چین و سپس روسیه است. هر دو کشور به سرعت در حال بروز رسانی نیروهای نظامی و گسترش توانمندی‌های خود در حوزه‌های سایبری و فضایی هستند. به گفته اسپر، چین در حال توسعه پیوندهای اقتصادی خود در سراسر آسیا و روسیه نیز به دنبال تضعیف انسجام ناتو است. ممنونم که با ما همراه بودین. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست رو سابسکرایب کنید. پاینده باشید.